رزمندگان سوریه در سلسله نبردهایی در حلب ضربات جدی به نیروهای اسد وارد کردند. آنها مناطق گسترده ای را آزاد کردند و راه‌های کمک رسانی به مزدوران را بستند. تمكن الثوار في ريف حلب الجنوبي من تحرير خمس قرى على طريق رزمندگان ارتش آزادی سوریه حمله گسترده‌ای را به مواضع نیروهای اسد در جنوب شهر حلب انجام دادند و پس از به هلاکت رساندن تعداد زیادی از مزدوران منطقه گسترده‌ای را در اطراف جاده استراتژیکی الخناصر آزاد کردند. طبق گزارش‌های رسیده حداقل 20 تن از مزدوران عراقی اسد موسوم به اصائب اهل حق کشته شدند. در همین اسنا هواپیماهای اسد که با سراسیمگی به صحنه آمده بودند یک مرکز توپخانه‌ای نیروهای خود را به اشتباه در بلندی‌های زرزور هدف قرار دادند. عصائب اهل الحق الشيعيه العراقيه اضافه لتدمير مدفع اثر قصف طائره حربيه لموقع لهم في تله الزرزور عن طريق الخطأ. امتدادا للمعارك الدائره في مدينه حلب رزمندگان در ادامه این سلسله عملیات که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است توانستند تنها راه پشتیبانی زمینی نیروهای اسد در جاده خناصر در جنوب حلب را به کنترل در بیاورند. این پیروزی رزمندگان با درگیری‌های شدید با نیروهای اسد و مزدوران عراقی آنها همراه بود. تعداد زیادی از این مزدوران طی این عملیات به هلاکت رسیدند. رزمندگان با این تهاجمات هماهنگ پنج روستای مهم را که به جاده استراتژیک الخناصر منتهی می‌شد به طور کامل تحت کنترل نیروهای خود درآوردند. رژیم اسد از طریق فرودگاه نظامی هما نیروهای خود را از طریق این جاده که به شهر حلب منتهی می‌شود و از جاده راموسه نیز می‌گذرد پشتیبانی می‌کرد. در دست داشتن این منطقه استراتژیک تمامی راه‌های شهری و نظامی اسد را برای امداد رسانی به نیروهایش از جنوب مسدود می‌کند. رزمندگان در دو هفته اخیر و بعد از حملات مجدد اسد به شهر حلب در تدارک این حمله بودند، زیرا ضروری بود که این جاده زمینی را برای ارسال سلاح و پشتیبانی از رزمندگان در تمام شهر حلب به کنترل خود در بیاورند. در اختیار داشتن این منطقه به رزمندگان دست بالا را می‌دهد. تحلیلگران نظامی میگویند رزمندگان با این عملیات توانستند اولا نیروهای خودشان را در داخل شهر حلب تقویت و پشتیبانی کنند و از فشار بمباران‌های اطراف این شهر به دلیل نزدیک شدن رزمندگان به مواضع نیروهای اسد و در تله قرار گرفتن آنها کم کنند. ثانیاً رزمندگان با این پیروزی می توانند به عملیات برای تصرف مراکز اطلاعات هوایی اسد در مناطق قدیمی با شدت بیشتری ادامه دهند، زیرا اسد با از دست دادن این جاده استراتژیک امکان بسیار کمتری برای پشتیبانی از نیروهایش در این مرکز خواهد داشت. رزمندگان از تاکتیک کندن تونل برای پیشروی و ضربه زدن به دشمن استفاده می کنند. استخدام الانفاق كتكتيك قتالي اسلوب استفاده از نقب از دیرباز یکی از تاکتیک های جنگ بوده است و رزمندگان در رویارویی با نیروهای رژیم اسد خصوصا در پایتخت بارها از این تاکتیک استفاده کردند. آخرین بار رزمندگان در شهر داریا که بیش از 1.5 سال بود برای ورود به آنجا برنامه داشتند، این تاکتیک را به کار گرفتند. آنها تونلی به طول بیش از 70 متر کندند و به مراکز و تجمعهای دشمن ضربه زدند. این تاکتیک به دلیل شدت بمبارانها در این مناطق بسیار کارآمد بود. نیروهای اسد زمانی از وجود این نقب باخبر شدند که یکی از مراکز تجمع آنها با بیش از 50 کشته منهدم شد. آنها پس از این عملیات اقدام به پرتاب گازهای سمی به این تونل کردند تا انقلابیون نتوانند مجددا از آنجا ضربه بزنند. با گسترش جبهه نبرد در دمشق و غوطه شرقی طی چند روز گذشته شاهد هجوم مزدوران داعش برای تصرف منطقه ملیحه با پشتیبانی سنگین هوایی بودیم، اما هر بار رزمندگان با وارد کردن تلفات و خساراتی به این مزدوران آنها را مجبور به ترک این منطقه آزاد شده کردند. آخرین این ضربات منهدم شدن 2 دستگاه زرهی BMP و 1 شلیک های مزدوران به دست رزمندگان بود.
مقتل عدد من عناصر. یکی از مزایای اینترنت و ارتباطات این است که جنایات هیچ دیکتاتوری پنهان نمی‌ماند و گاه مردم بعد از چند ساعت و یا چند دقیقه آخرین تحولات را از طریق اینترنت دنبال می‌کنند. رژیم اسد هم به سیاق همه دیکتاتورها با شروع انقلاب مردم تمام شبکه‌های ارتباطی را قطع کرد. اما مهندسین سوریه با راهکارهای مختلف در مناطق آزاد شده به ارائه خدمات اینترنتی می‌پردازند. بسیاری از مهندسین در مناطق آزاد شده تلاش می‌کنند مشکل قطع اینترنت را حل کنند. آنها شبکه رژیم اسد را با شبکه‌ای که خودشان راه اندازی کرده تعویض می‌کنند. آنها با این کار موفق شدند مناطق آزاد شده را تحت پوشش خدمات اینترنتی سریع قرار بدهند و بسیاری از خانه‌ها با قیمت کم به اینترنت دسترسی دارند. همچنین آنها موفق شدند از کشورهای همسایه شبکه‌ای به طول 10 کیلومتر بکشند. این شبکه در حال حاضر به بیش از 1000 کاربر در ماه در شمال خدمات می‌رساند. كما عملوا على مد شبكات الاتصالات من دول الجوار على امتداد 10 كيلومتر داخل سوريا. نجحت فكرتنا ووصلنا الأدام. ایدمون موفق شد. کارمون رو به خوبی انجام دادیم. حتی تو خونه ها امکان اینترنت هست. سریع هم هست. اونم با قیمت پایین. هر کسی میتونه از اینترنت استفاده کنه. هر شهری تقریباً 500 کاربر داره. در شهرهای کوچیک بین 50 تا 100 کاربر داریم. حوال البلدات المصغرة بتراوح بين 50 و100 مشترك. اكثر موقع ممكن يكون ثقيل هو موقع اليوتيوب. بیشتر روی سایت یوتیوب هستیم. روی این سایت میتونید با سرعت بالا کار کنید. يؤكد الاهالي ان هذه المناطق التي وصلتها ساکنین این مناطق میگویند قبل از راه اندازی این شبکه جدید و قبل از انقلاب شبکه جدی وجود نداشت. روستاهای شما چیزی درباره اینترنت سریع و ارتباطات از کشورهای همسایه نمیدانستند. وصل الانترنت الى جميع المنازل حوالي 80%. اینترنت به همه خونه ها رسیده. شهروندان میتونن از طریق اینترنت با تمام آشناهاشون در داخل و خارج کشور ارتباط برقرار کنن. سابقا این خدمه ما كانت حاليا صار في. قبلا این امکان رو نداشتیم. الان تقریبا خدمات وای فای به همه خونه ها رفته و میتونی با هر کسی از نزدیکانت یا دوستانت در هر جایی ارتباط برقرار کنی. این راه حلی است که شهروندان مناطق آزاد شده را از کمبودهایی که رژیم اسد در همه زمینه های حیاتی و مهم ایجاد کرده بی نیاز میکند. مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حمایت از کودکان برای جبران آسیب‌های جنگ با برپایی و اجرای نمایشنامه سعی می‌کنند از تأثیرات مخرب جنایات اسد بر روی کودکان بکاهند. اطفال سوریه تعرضوا لمآسی كثير وحفظوا بذاكرتهم مشاهد وصور آسی. تصاویر دلخراش جنگ خاطرات بدی در اذهان کودکان سوری بر جای گذاشته است و تمامی آنها در این سنین کم از مشکلات روحی رنج میبرند. در پرده‌ای که پشت سر من قرار دارد، کودکان سوری مشغول تمرین نمایشنامه هستند. با هم نگاهی به کار آنها میاندازیم. کودکانی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و به ترکیه پناهنده شدند، شاهد صحنه‌هایی بودند که چطور تمام شهر و خانه‌شان ویران شده است. در اینجا به آنها کمک می‌شود که به نوعی آنها را فراموش کنند و دوباره به آینده امیدوار باشند. سازمان حمایت از کودکان با برپایی مجموعه‌ای برای کودکان سوری امکانی را برای آنها فراهم کرده است تا بتوانند در نمایشنامه‌های سایه نقش بازی کنند. نحن أطفال سوريين جايين من مدن وضيع سوري كلها بتشبه بعضا كلها كانت حلوة وهادية مرة كان سوري وغاز عم يلعبوا قدام الليل فجأة ما
قدموا هالاطفال مشروعهم بطريقه مبتكره وطرحوا عده. در اینجا کودکان سناریوهایی با ابتکار و ذهن خودشان برای اجرا می نویسند و سپس آن را اجرا می کنند. آنها با هم سوال و جواب می کنند که چه چیزهایی در جنگ و جنایت اسد دیدند و اگر به مملکت خودشان برگردند دوست دارند آنجا را دوباره چطور ببینند. اجرای این نمایش ثمره دو ماه تلاش بوده و برخلاف اون چی که به نظر میرسه کار آسونی نبود. کودکانی که در این برنامه از روی سناریو برنامه اجرا میکنن خودشون مشکلات رو به طور مستقیم دیدن. این نمایشنامه ها سعی میکنه به موضوعهای واقعی که در ذهن کودکان هست بپردازه و نیاز به دقت و به کارگیری عواطف داره. در این مکان سعی شده نقاشی های کودکان برای بازدید کنندگان نمایش داده شود. این کار هم برای بالا بردن روحیه کودکان و توجه به آنهاست. این نقاشی ها نشان می دهد کودکان سوری در جنگ چه چیزهایی را از دست دادند. نقاشی های روی دیوار چه چیزی را می خواهد نشان بدهد؟ نقاشی هایی که من و دیگران کشیده ایم بیشتر نشون می ده چی توی ذهن بچه هاست. افکار من نینجب تو؟ یعنی افکارتون توی اونا اومده؟ نقاشی هایی که من و دیگران کشیده ایم بیشتر نشون میده چی تو ذهن بچه هاست. استادها هم یک کم کمک کردند ولی بیشتر میخواستیم بگوییم الان در سوریه چی میگذره، مردم اونجا چه وضعی دارند و بچه ها در چه حالی زندگی میکنند. یعنی میخواییم بگیم سوریه الان چطوریه. یعنی متعمتع کتیر فیم، یعنی حبینا عنجد کتیر. کودکان سوری به وسیله این نمایشنامه ها دردهایی که اسد به مردم سوریه تحمیل کرده را از یاد میبرند و دوباره به ساختن وطن و آینده روشن آن امیدوار میشوند. انشأ ناشطون صفحة على مواقع على موقع التواصل. فعالان سوری در صفحات فیسبوک خود تصاویری از جنایات مزدوران داعش در شهر رقه منتشر کردند. آنان از رزمندگان خواستند به مردم رقه کمک کنند و شهر را آزاد کنند. شهر رقه از شهرهایی است که نظام اسد در اوایل انقلاب آن را سرکوب کرد و سریعاً تبدیل به پایگاهی برای مزدوران وارداتی اسد شد. آنها با افکار بنیادگرایانه خود تلاش کردند ساختار زندگی و فرهنگ مردم این شهر را عوض کنند. شبه نظامیان داعش ادعا می کنند که این شهر با احکام اسلامی اداره می شود، در حالی که مردم این قوانین را جز کشتار چیز دیگری تعبیر نمی کنند، قوانینی که هیچ ربطی به اسلام ندارد. فعالان در ده ها صفحه به مشکلات ساکنان این شهر پرداختند، از جمله زندانهای مخفی، شکنجه و دستگیری مردم در خیابانها و ده ها جنایت و فاجعه دیگر. تصاویر تکان دهنده نشان می‌دهد این مزدوران برای ارعاب مردم به اعدام و شکنجه کسانی می‌پردازند که حاضر نیستند به قوانین قرون وسطایی آنها تن بدهند. این جنایات در وسط شهر و در برابر دیدگان کودکان صورت می‌گیرد. طبق گزارشات موثق سرکرده گروه تروریستی بدر در این شهر مبلغ 20 میلیون لیره سوری از رژیم اسد به طور رسمی دریافت کرده تا آن را خرج مزدوران عراقی داعش کند. یکی دیگر از قوانین ضد اسلامی این شبه نظامیان توکر وادار کردن زنان به پوشیدن حجاب اجباری و نقاب است. حتی کودکان هم اگر این کار را نکنند حق رفتن به مدرسه ندارند. این مزدوران وارداتی اسد بر چاه‌های نفت رقه هم مسلط هستند و نفت این شهر را برای تأمین مخارجشان از طریق مرز ترکیه به فروش می‌رسانند.